به نام خدا. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این قسمت میخوایم بریم سراغ ثابت یا کانستنت. اما تعریف ثابت یا کانستنت چیه؟ بچه ثابت یه جور متغیره، خب ثابت و متغیر کلا ضد همن، خب مثل متغیره که وقتی مقدار دهی میشه دیگه مقدار شما نمیتونیم تغییر بدیم و نمیتونیم هم حذف بکنیم، بنابراین دقیقا مثل متغیر عمل میکنه، میتونیم بهش مقدار بدیم اما مقدارش تغییر نمیکنه و خب قطعا حذف هم نمیتونه بشه. توی پی اچ پی ما ثابت رو چجوری میتونیم تعریف کنیم؟ متغیر رو که با دالر و اسم متغیر و مقدار دهیش تعریف کردیم، اما توی پی اچ پی ثابت رو با دو واژه دیفاین و کانست میتونیم تعریف کنیم. الان میخوایم بریم سراغ دو نوع مختلف تعریف ثابت در پی اچ پی. خب من میرم سراغ وی اس کدم، از این طرفم مرورگرم رو باز میکنم و میام توی پوشه اصلیم www یه فایل ایجاد میکنم به نام constant.php و کد خودم رو اینجا میخوام تست بکنم. این رو میبندم و اینجا اینو php رو باز میکنم، پایینم میتونم ببندم. بچه اگر گاهن دیدید که من توی همچین فایلی php رو نبستم هیچ ایرادی نداره. مثلا من اینجا وقتی که کل محتوای من php باشه میتونم php رو نبندم، خود php به صورت خودکار این تگ بسته شدن رو برام در نظر میگیره. اما اگر بخوام بعدش چیزی چاپ بکنم، مثلا HTMLی بنویسم، حتما باید ببندم که PHPم تموم بشه. پس اگر احیانا دیدید که من PHP رو به این شکل نبستم، علتش اینه که اینجا نیازی نیست، خودش به صورت خودکار بسته شده در نظر میگیره. خیلی خب، حالا بیام اینجا میخوام ثابت تعریف کنم. اول من متغیر رو یه مروری داشته باشیم. آقا نیم ما اینجا میشه علی، درسته؟ و نیم ما میخوام همون رو تغییر بدیم، میشه مثلا رضا. حالا اینجا اکو میکنیم نیم رو، مقداری که اینجا در نهایت در درون خودش داره که خب طبیعیه که باید رضا باشه. من اینجا میرم سراغ کانستنت رضا. میبینید هیچی هم نگفته، هیچ هشداری هم نداده، میگه آقا اسم عوض شده، مقدار جدید هم گرفته. حالا بریم سراغ تعریف ثابت. اولین مدل، مدل دیفاینه. دیفاین بچه یه تابعه، تابع تو کاره که خب دو تا پارامتر اصلی میگیره. پارامتر اول اسم ثابت و پارامتر دوم مقدارش. یعنی من عوض این که میگفتم دالر نیم مساوی مثلا رضا، اینجا میتونم بگم نیم مقدار دوم یا پارامتر دوم رضا. اینجا ثابت نیم تعریف میشه و مقدارش رضا در نظر گرفته میشه. خب صدا زدن و استفاده از ثابت چه جوریه؟ من میگم اکو بکنه، دیگه دالر نداریم بچه ها، اینجا نیم، دقیقا همون چیزی که هست، بدون سینگل کوت یا دابل کوت میتونم استفاده بکنم. خب اینجا رفرش میکنم، دقیقا این ثابت رو تعریف کرده. و نکته بعدی، ببینید بچه ها، ثابت هم دقیقا نسبت به حروف کوچیک و بزرگ حساسه. مثلا اگر من اینجا ای بذارم اونجا یه کوچیک باشه، هم خود وی اس کد داره خطا میده، هم اینجا دچار خطا میشیم. بچه ها یه نکته، ممکنه اونایی که نسخه های قبلی پی اچ پی کار کرده باشن بگن که آقا ما یه پارامتر سوم داریم که میتونیم تعیین بکنیم که این اصلا نسبت به حروف کوچیک و بزرگ حساس باشه یا نباشه. اما باید عرض بکنم که توی نسخه های جدید پی اچ پی کلن این دیگه منسوخ شده و شما از این دیگه استفاده نمی کنید و همیشه نسبت به حروف کوچیک و بزرگ حساسه. پس این رو در ذهنتون داشته باشید که ثابت هم مثل متغیر نسبت به حروف کوچیک و بزرگ حساسه. یه نکته بچه ها، ثابت رو معمولا با اسم بزرگ در نظر می گیرن. برای چی؟ برای اینکه تفکیک بشه از بقیه موارد متغیرها که با دالر جدا میشه و از بقیه عبارات اینا تفکیک بشه که مشخص بشه آقا این یک ثابته که تعریف شده. بنابراین سعی بکنید که به این شکل تعریف بکنید، اجبار نیستا، اما معمولا به این شکل استفاده میکنن، با اسم بزرگ می نویسن که اینجا مشخص باشه. بله میبینید رضا. خب این از این. و اما اگر من بخوام اینو تغییرش بدم، خب آیا نیم مساوی با مثلا ایکس بذارم تغییر میکنه یا نه؟ اینجوری که کلن خطا میده، کلن خطا میده. و بریم دیگه دوباره شاید دیفاین بکنیم حل بشه مشکلمون. ما گفتیم ثابت نمیتونه دوباره تغییر بکنه، بنابراین انتظار خطا داریم و انتظار داریم که مقدار جدید ما دیگه اعمال نشه. بالا رضا بود، پایین رو میخواییم علی بدیم،
اولا ببینیم که بدون خطا پیش میره کار، یا بعد این که ببینیم اسمو عوض کرده یا نه. نیم ما اینجا چی چاپ میکنه؟ رضا. میبینید اولا که وارنینگ داده، درسته؟ گفته خط 4، گفته این قبلا تعریف شده. در خصوص خطاها باز دوباره توضیح میدم خدمتتون. و بعد نیمی که اینجا چاپ کرده اینه، یعنی نگفته که آقا قبلا تعریف شده ولی بازم بیا چشم عوضش میکنم. نه، عوضم نکرده حتی، یعنی کلا اینو در نظر نگرفته، همون مقدار اولیش اینجا بوده و تمام شده رفته. خب مدل بعدی تعریف ثابت بچه ها اینجوریه، کانست اسم ثابت، مثلا من اینجا میگم نیم مساوی با رضا و اینجا میگم اکو بکنه نیم رو. حالا یه تفاوت های جزئی این دو مدل با هم دارم که جاش اینجا نیست، ما باید تابع و اسکوپ و اینا رو بگیم و بعد بگیم که آقا این تفاوتاش مثلا چیه، ولی غالبا از دیفاین میبینید که استفاده میشه. الان اینم دقیقا همونه و این هم اگر من با این مدل بنویسم دچار خطا میشم، و این هم اگر من یک کپی بکنم با شیفت آلت و جهت پایین و دوباره بخوام مقدار دهی بکنم و اسم دیگه ای بهش بدم، میبینیم که دوباره به من وارنینگ میده و مقدار رو به هیچ عنوان اینجا عوض نمیکنه. اما بریم سراغ کاربرد کانستنت. بچه یه نکته من بگم، حالا ممکنه که بعدم فراموش بکنم، ثابتی که ما تعریف میکنیم، خب من اینو عرض کنم، ثابتی که ما تعریف میکنیم مثلا با دیفاین و اینا در تمامی توابع به راحتی در دست رسه. خب این نکته رو من بگم، حالا اگر بعدم فراموش کردم این نکته رو مد نظر داشته باشید. از لحاظ اسکوپ هیچ مشکلی نداره، ثابته که اینجا تعریف میشه در تمامی توابع و سطوح برنامه به راحتی در دست رسه و میتونید بهش اشاره بکنید. خب این از این، تو پرانتز گفتم و گفتم اگر فراموش کرده باشم. و اما کاربردی که ما برای ثابت داریم فقط مواردی هستند که واقعا ثابتن. حالا ما نیم رو اینجا برای مثال زدیم، خب اما چه مواردی در طول برنامه میتونن ثابت باشن؟ مثلا یکی از مواردی که در طول برنامه بچه‌ها مثلا ثابت هست اینه که ما یه پروژه رو اینجا اجرا میکنیم، مثلا ممکنه یو آر ال اش چی باشه. اینجا مثلا میتونیم بگیم سایت یو آر ال مساوی با https مثلا لوکال هاست یا هر چیز دیگه. این ثابت همیشه دیگه ثابته، تو هر سایتی میره اون ثابتش مثلا ممکنه عوض بشه ولی دیگه در طول اجرای اون سایت همیشه ثابت میمونه. یا مثلا یکی از استفاده‌های زیادی که قطعاً شما هم باش درگیر خواهید شد اینه که اطلاعات تنظیمات اصلی رو در درون ثابت‌ها می‌ریزن. مثلا توی یک سایت بچه ما ارتباط با دیتابیس خواهیم داشت، دیتابیس ما باید مثلا دیتابیس هاست داشته باشیم، مثلا دیتابیس نیم داشته باشیم دیگه، مثلا دیتابیس یوزر داشته باشیم، دیتابیس پسورد داشته باشیم که در طول یک سایت اینا همیشه ثابتن. مثلا این هاستش میشه این دیوی نیمش میشه این هم مثلا یوزرش میشه مثلا روت، این هم مثلا پسوردش میشه اینا همیشه بچه ها ثابت هستن و تغییر نمی کنن. مثلا الان شما یک سایتی که باز میکنید ارتباط با دیتابیسش اطلاعاتش همیشه ثابته، بنابراین در اون برنامه نویسی که استفاده میشه از ثابت استفاده میکنم و مقدار دهی اولیه انجام میدم و تمام، به عنوان فایل تنظیمات از این استفاده میکنم. اینها به شما در طول برنامه هیچ تغییری نمیکنن. بچه ها ثابت ها رو که ما تعریف میکنیم و بخوایم صدا بزنیم مثلا اکو بکنیم، مثلا من اینجا دیبی دارم، درسته؟ دیبی رو که بزنم خودش بر من ثابت ها رو اینجا در میاره. روی هر کدوم از اینا هم که برم مقدارش رو اینجا میتونم به راحتی ببینم. مثلا من اینجا دیبی هاست رو میخوام چاپ بکنم، نتیجه اینجا رفرش میکنم، هاست رو برای من چاپ میکنه. میاد خودش برای من آفر میده یا پیشنهاد میده و میتونم بگم اینجا مثلا دیبی پسورد، خودش برای من اینجا میاره که من سریع بتونم انتخاب بکنم. اینتر میزنم، مقدارش رو هم ماوس رو که ببرم روش به من میگه، همین که وقتی که داره میاره اینجا مقدارش رو به من داره جلوش میگه. میبینید خیلی راحت میشه استفاده کرد و اینجا رفرش میکنم، میبینید که دقیقا داره نشون میده. پس این موارد به شما تغییر نمیکنن. اما یکی از کاربردهای زیادی که ما از یکی از کاربردهای دیگه‌ای که ما از ثابت داریم، البته اونم استفاده زیاد میکنیم، اینه که ما یک سری از موارد داریم، یک سری از کد بندی ها داریم که ممکنه قاطی بکنیم، یه از ثابت استفاده میکنیم. مثال بزنم بچه، شما توی مثلا یک سایتی که دارین مقاله ثبت میکنین چندین وضعیت دارین، مثلا وضعیت درافت یا پیشنویس میتونید داشته باشید، وضعیت پابلش میتونید داشته باشید، در انتظار
بازبینی، مثلا وضعیت دیلیت میتونید داشته باشید، حالا هر وضعیت دیگه ای که باشه. خب الان من در طول برنامه در طی کدها فراموش کردم که این وضعیت‌ها چه وضعیت‌هایی هستن و فراموش کردم که مثلا پندینگ رو، مثال میزنم، مثلا دیلیت رو دیلیتد زدم یا دیلیت زدم. اینجا مثلا میمونم، خدای دیلیت زدم یا دیلیتد زدم، یه جام که خراب بکنم به مشکل میخورم. تو این شرایط میام چیکار میکنم؟ خب اینا مگر مقادیرشون ثابت نیستن؟ یه درافت داریم، یه پابلش داریم، یه پندینگ داریم، یه دیلیت داریم. خب چرا؟ پس من چرا نیام این کارو نکنم؟ یک بار برای همیشه اینا رو توی ثابت هام تعریف بکنم، از این به بعد با ثابت ها باهاش سر کار داشته باشم. مثلا من میام دیفاین بکنم، بگم که پست استیتوس مثلا درافت، همش هم بزرگ می نویسم، درسته؟ مثلا بر چند تا دیگه هم همین کار انجام میدم. این رو میگم مثلا پابلیش رو بزرگ می نویسم، پابلیش، اینجا هم پابلیش، مثلا اینجا هم پندینگ، اینجا هم مثلا دیلیت می زنم، اینجا میام میگم که پندینگ، اینجا میگم که دیلیت. خب حالا این به چه دردی میخوره؟ من این وضعیت ها رو یک بار برای همیشه تعریف میکنم و میام میگم که آقا اگر پست من وضعیت دیگری داشت، باز هم میام اینجا تعریف میکنم، مثلا وضعیت مثلا پسورد، یعنی پست من پسورد میخواد. خب اینجا اینو یک بار برای همیشه تعریف میکنم و از این به بعد هر موقع خواستم از اینا استفاده بکنم، خیلی راحت میگم که خب من دنبال چی ام؟ وضعیت پست. پیشوندش چیه؟ پست استیتوس. خودش برای من اینجا داره لیست میکنه. من حتی اگر 100 تا از این وضعیت ها هم داشته باشم، باز هم با این پیشونده برای من لیست میکنه و من دیگه گم نمیکنم. میفهمم که آقا وضعیت ها رو در یک دید در هر جای برنامه میتونم ببینم. الانو نگاه نکنید، اینجا وضعیت ها دم دستمه. خب الانو نگاه نکنید. خیلی از وقتها اینجوریه که ما وضعیت ها کلا توی فایل دیگه است ثابت هامون و یه جای دیگه داریم چک میکنیم. فراموش کردم که آقا من چند تا وضعیت داشتم و هر کدوم از اینا اصلا دیلیتد بود، دیلیت بود، چی بود، اشتباه نزنم. خیلی راحت میام پست استیتوس میزنم، خودش برام میاره خب وضعیتامو همه دم دستمه، خیلی راحت. و ثانیاً اینجا دیگه من با خیال راحت همه جا از این استفاده میکنم. چرا؟ چون همه همینن، یه جای اینجوری نیست که بشه دیلیتد یه جا دیلیت، نه همه دیلیت میخوره دیگه. پس اینجا هم میتونیم چیز بکنیم. یا مثلا تو برخی از شرایط شما کد بندی میکنید، خب کد بندی میکنید، مثلا عوض این که میگین وضعیت درافت، میگین آقا وضعیت یک درافت باشه، وضعیت دو پابلش باشه، وضعیت سه مثلا پندینگ باشه، وضعیت چهار حذف باشه، مثلا وضعیت پنج دیلیت باشه. حالا شما باید از چی استفاده بکنید؟ از این عددا استفاده کنید، درسته؟ یا مثلا اگه داده ای کد به شما میده، میگه آقا کد یک وضعیت موفق، کد دو وضعیت ناموفق، اینجوری. تو این شرایط بهترین مدل استفاده از ثابته که بیان کدها رو تبدیل بکنید به یک ثابت قابل خوندن. الان اگر من بخوام بگم آقا وضعیت دیلیت چنده، خود سالات فکر کنم که کد دو بود، کد سه بود، چهار بود، خدا برم بگردم اینم وضعیت چی بود. اما الان خیلی راحت میتونم با این اولا تمامی وضعیت ها رو داشته باشم، بعد با خیال راحت میتونم بگم آقا دیلیت، اینجا دیلیت من کد چهاره، نیازی نیست که دیگه این رو به ذهنم بسپارم. این از کاربردهای زیاد ثابت هاست که در طول دوره هم باز هم مجدد سراغ اینا میایم. فقط دستگرمی جهت این که بدونید آقا ثابت ها کاربرد زیادی هم داشته باشه، ولی خب شاید در این برهه از شروع دوره این اهمیتی براتون نداشته باشه، فقط جهت دستگرمی بود که اون رو ما در طول دوره اهمیتش رو قشنگ حس میکنیم.